در عباس، یکی از روزهای تابستان 1398، هواپیما به آرامی در فرودگاه بندر می نشیند. بلافاصله پس از فرودگاه راهی اسکله می شویم. در اسکله یک شناور تندروی سپاه در انتظار ماست. کمی بعد به سرعت به سمت مقصدی نامعلوم در عمق آبهای خلیج فارس حرکت می کنیم. هوا آفتابی است و دریا آرام به نظر می رسد. اما هرچه در این آرامش پیشتر و پیشتر می رویم، به جایی نزدیک می شویم که اتفاقا در این چند هفته مرکز توجه رسانه های جهان بوده است. ناگهان پیکر استناین پرو از دور پدیدار می شود. استناین پرو کشتی تجاری متعلق به انگلیس است که حالا در آبهای ایران لنگر انداخته است. داستان اما از جای دیگری شروع شده است. هزاران کیلومتر دورتر در آبهای بنیترانه. 13 تیر ماه 1398 خبری در رسانه‌های جهان منتشر شد که خبر از آغاز تنش جدید کشورهای غربی با ایران می‌داد. The Grace One. It's anchored at this point. There's a British warship in the distance, which we've seen patrolling, moving now then closer to the ship and further away again. There's also a police boat, which has been swooping round and circling the ship itself. It was stopped in waters just off the UK overseas territory on suspicion of breaking EU sanctions by taking oil to Syria. Police in Gibraltar have been searching this ship from top to bottom for several days now, and they say that they have seized documents and electronic devices. نفتکش ایرانی قرار بود نفت ایران را به خریداری تحویل دهد که قصد داشت تا در وضعیت بحرانی انرژی در سوریه به آن کشور سوخت برساند. اما اتحادیه اروپا هر گونه انتقال سوخت به سوریه را تحریم کرده بود. همین به نیروهای انگلیسی بهانه داد تا نفتکش ایرانی گریس وان را توقیف کند. آن هم در صورتی که ایران و آبهای بین‌المللی تابع قوانین اتحادیه اروپا نیستند. این عمل غیرقانونی انگلیسی ها دزدی دریایی به حساب می آمد، اما از نظر آنان انتشار عکس تفنگدارانشان بر روی کشتی ایرانی نوعی نمایش قدرت به شمار می آمد. وزارت خارجه ایران همان روز سفیر انگلیس را احضار کرد، اما موضع رسمی ایران معلوم بود. انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه کشتی ما رو، در واقع میدزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده. اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی است. دزدی دریایی هم میکنه که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند. برای قرنها قبل از اینکه امریکا ابرقدرت جهان شود، انگلیس بزرگترین نیروی دریایی جهان را داشت. در دوران پهلوی نیروی دریایی ایران به انگلیس وابستگی زیادی داشت، اما اکنون 41 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران استقلال نیروهای نظامی خود را کاملا در اختیار دارد. حالا برای انگلیسی ها تسخیر نفتکش ایرانی یادآوری قدرتشان در زمان پهلوی هم بود. اما ایران در صدد یک پاسخ است، جایی که داستان ما آغاز می شود. Okay, one, two, three, four. See, I'm not from Russia.
Russian completely. It's not for me, maybe for the guards. Can somebody check? گذشت اون زمانی که بزنم و در برم طوری نیست. ما اینا رو دنبال میکنیم، اینا رو در واقع تعقیبشون میکنیم و ضربه مهلکی هم بهشون میزنیم. روی این نقشه مشخص است که ما استنا امپرو و مستار رو هر دو شناسایی کرده بودیم. پشت سکوهای جزیره سیری عبور ادامه پیدا میکرد و میرفت به سمت آبهای قطر و نهایتاً رأس تنوری عربستان. ناوچه انگلیسی و ناوشکن امریکایی به ترتیب وظیفه اسکورت کشتی‌های انگلیسی را بر عهده داشتند. اما رصد ایران روی کشتی‌های انگلیسی همچنان ادامه داشت. در همین زمان استنا امپرو رسید به آب‌های سرزمینی ما در ترانزیت تنگه هرمز. به کشتی انگلیسی آموزش داده بودند که پس از ورود به تنگه هرمز دستگاه ناوبری خود را خاموش کنند. ابتدای ورود ترانزیت تنگه هرمز اقدام به خاموش کردن سیستم ایسش می‌کنه و در واقع گیرنده های محلی نمیتونستن دیگه موقعیتشو داشته باشن. This is Stefan from New Worship, the legal title of Islamic Revolutionary Guard Corps New Worship. We are conducting our operation in order to defend our national sovereignty. Hence, you are requested to answer the following question. As I see your AIS's turn is off, what is the matter? Over. I will just have a look and check what is the problem. اینجا زمانی بود که دیگه بعد ما وارد عمل میشیم. ما یک تیم ویژه رو بر روی بالگرد از پایگاه مسن حرکت دادیم. از گذر سلسله مراتب فرماندهی به ما دستور رسید که بله، یه فلان کشتی هست تخلف کرده، قوانین دریایی نقض کرده. با توجه به این که اینا قبلا اومدن یک کشتی ما هم گرفتن، احتمال داره اینجا با این تخلفشون بخوان اقتدار نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن. تیم تکاور بودیم از دریای، تیم هم بود از هوارو بود. بالگرد که اومد ما با هماهنگی سردار وارد عمل شدیم. هر دو تیم موظف بودند نفتکش متخلف انگلیسی را توقیف کنند. قبل از ما گروه شناوری رسیده بودن به هدف. Order to turn on your AIS immediately and hoist your flag and also alter your course to a further flank. You go to your Iberian territorial waters immediately. Over. دستورات ما رو مبنی بر اینکه توقف کنن جدی نگرفتن. A British tank and Stena Impero. This is Sepa Navy Channel 16. Do you remember? شناورا دور زدن کشتی و هرچی مثلا دورش دور میزنن به کشتی، مثلا بهش اخطار میدادن، صداش میزنن که آقا کشتی وایس. کشتی هم که اصلا گوش نمیکرد. You are ordered to alter your course to 360. I want to respect your ship for security reasons. کشتی انگلیسی با نافرمانی و عدم توقف امیدوار بود ناوچه انگلیسی هرچه زودتر برای کمک برسد. فریگت و این ناو نظامی بریتانیای انگلیسی که مسئولیت اسکورت این نفتکش ها رو در این محدوده ترانزیت تا زیر جزیره بوموسا رو بر عهده داشت، متوجه شد که تیم هم روی این نفتکش استنا امپرو داره اقدام به بازرسی و سوال جواب و پرسش داره میکنه و ازش میخواد که متوقف بشه. Warship, Foxtrot 336, 7-4, channel 7-4, over.
British warship Foxtrot 236. This is Sepalevi patrol boat. از فریگت ناو نظامی انگلیس خواستیم که در مأموریت ما اخلال ایجاد نکنه. British warship Foxtrot 236. This is Sepal Navy patrol boat. You are required not to interfere in this issue. Sepal Navy patrol vessel. This is British warship Foxtrot 236. I am in the vicinity of an internationally recognized strait with a merchant vessel in my vicinity conducting transit passage. British warship Foxtrot 236, this is Sepal Navy patrol boat. ناوچه نظامی انگلیس که میدانست به تنهایی حریف قایق‌های تندروی سپاه نمی‌شود، از آمریکایی‌ها درخواست کمک کرد. اینجا دیگه اینو سپورت به ناوشکن آمریکایی 96. این فریگت یک بالگرد رو که از رو پاشنه خودش بلند کرده بود به سرعت به سمت منطقه اعزام کرد. این بالگرد به دلیل اینکه اخطارهای متعددی بهش داده شد که به FIR و به اصطلاح آبهای سرزمینی ما وارد نشود و اخطارها رو بهش به اصطلاح توجه نمی کرد، از سه جهت ما موشک‌ها رو به سمتش نشانه گیری کردیم که این دریافت کرد این به اصطلاح لاک موشک رو. This is my last warning, and you are responsible for any kind of dangerous in your proceeding. Over. بالگرد آمریکایی فهمید با انهدام حتمی فقط یک تصمیم فاصله دارد. اینجا دیگه بالگرد هم برگشت. همین کفایت میکرد که تیمی که ما اینجا داشتیم با بالگرد از این ساحل خودش هم رسونده بود به لارک. حدوداً یک زمان حدود 10 دقیقه تونست خودشو بارش سر نفکش برسونه. نفکش باز مجدداً به تخلف سوم خودش دست زد. تخلف سومی که انجام داد نفکش این بود که علاوه بر اینکه سیستم AIS و ناوبری خودش رو خاموش کرده بود و اینجا هم برخوردی داشت با یک لنج صیادی، تخلف سومش این بود که بلافاصله مسیر ورودی رو به سمت مسیر خروجی تغییر داد و در واقع در مقابل شناورهای خروجی خودش رو قرار داد و باعث به سر باز افزایش ریسک برخورد شناور این نفکش با شناورهایی که در حال خروج از تنگه هرمز بودن اتفاق میفته. کشتی تمکین نمی کرد. و سرعتش هم خیلی بالا بود. خواست اصلا کلن از مسیر منحرف بشه بره سمت کشوری دیگه. کشتی چپ راست میکرد که بالگرد نتونه وایسه، تنها میندازه نتونه کاری انجام بده. تونستیم الحمدلله رب العالمین این جمله رو بیاد بیاریم که رهبر عزیزمون گفت عناصر مؤمن و انقلابی به موقع و در زمان خودش جواب خواهند داد. ولی خدا را شکر دیگه حضرت فاطمه زهرا کمکه تناب انداختن، بچه‌ها یک یک اومدن پایین. رفتیم بریش پول فرماندهیشون کشتی رو در رو بسته بودن. این کشتی ده متوجه بود دیگه نیروهای سپاه با کسی تعارف ندارن، شوخی ندارن، توانمندن، اینا میتونن اقدام کنن. باعث شد که به قول یار کاپیتان در رو باز کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز
28 تیر ماه 1398 توقیف سوپرنفتکش روباه پیر استعمارگری انگلیس توسط جوانان مؤمن انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز. فرق نمیکنه هر کشوری که دیگه بود ما اقدام میکرد باشه آمریکا باشه هر کشور دیگه باشه مهمه. I'm watching TV. My regular job. بعد از بازداشت خدمه کشتی همگی مورد بازجویی قرار گرفتند تا به تخلفاتشان رسیدگی شود. At that time I was on the bridge. What were you doing when the ship was seized? I was having my dinner. The time I was in officer's mess room and I heard announcement by chief officer. So captain immediately go on bridge. I make announcement on the PA system for all the crew to come on the bridge. Why are you filming? Why were your friends filming? Because we are first time, our friend and me, first time see that situation. First time see. Because it was the first time? Yes. First time. So the moment the special forces entered the ship, I was worried if the crew will get hurt. For the first 3 days, we were confined to the bridge. All the crew were on the bridge. After that, but they were polite. They were strict, but they were polite. کشتی برای مدت‌ها در توقیف ایروهای سپاه باقی ماند تا برای متخلفین پرونده تشکیل شده و پرونده در دادگاه‌های کشور بررسی شود. No, I mean this guard guys like Iranian army. Nobody touch us, nobody press us. They was polite with us. Have you been treated badly during this month? No. Have you had any problem? Lack of provisions? No. Crew are contacting their family every day for 10 minutes. I thought it would be difficult, but they were always kind. I thought it would be more difficult, but they have been kind all the time. ببینید ما توی منطقه خلیج فارس الان این ترددات داره صورت میگیره. امنیت این منطقه خلیج فارس به عهده نیروی دریایی سپاه پاسداران است و واقعا الان امنیتی که ما برای نفکش ها برای کشتی های عبوری تجاری و غیر تجاری داریم ایجاد میکنیم هیچ گونه مشکلی در بحث تردد ندارم. اما این کشتی 3 تخلف رو مبرم و مبین انجام داد. ایایسش خاموش کرد، به صداهایی که ما بهش دادیم جواب نداد. یه تصادم هم
صورت گرفته بود. بعد از توقیف این کشتی متخلف انگلیسی بود که انگلیس به راهزنی دریایی خود خاتمه داد و کشتی ربوده شده ایرانی را رها کرد. Iranian tanker seized on suspicion of EU sanction violations has been released by Gibraltar. کشتی ایرانی در آب‌های بین‌المللی نزدیک جبل الطارق بود که توسط انگلیسی‌ها ربوده شد. جبل الطارق که به طور طبیعی بخشی از خاک اسپانیا بوده 300 سال پیش در جریان حمله دریانوردان مسلح انگلیسی به اسپانیا به زور از آن کشور ربوده شده و به عنوان مستعمره انگلیس معرفی شده است. همین سرقت 300 سال پیش بود که حالا به دریانوردان مسلح انگلیسی اجازه میداد در نزدیکی جبل الطارق کشتی ایرانی را بدزدند. Feel that what was wrong with it? Had they done anything wrong? My opinion is that they have not done anything wrong. It's like another captain going his way to do his job and the ship has been detained. اما دادگاه جبل الطارق بعد از توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس و تنبیه دولت انگلیس حکم به آزادی کشتی ایرانی داد. این در حالی بود که امریکایی ها تا آخرین لحظه در پی این بودند که جلوی آزادی کشتی را بگیرند. اما انگلیسی ها که نگران کشتی خودشان در خلیج فارس بودند آنان را دور زدند و فوراً دادگاه جبل الطارق کشتی ایرانی را آزاد کرد. وقتی کشتی ایرانی گریس وان پس از رهایی به آب‌های سرزمینی ایران رسید، تازه در پنجم مهر 1398 ایران اجازه حرکت به کشتی انگلیسی را صادر کرد.